سلام دوستای خوشگلم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و تمام اوضاع احوال زندگیتون و سلامتیتون عالی باشه. امروز میخواییم با همدیگه یک دسر یا یک حلوای کدو حلوایی درست کنیم که فوق‌العاده خوشمزه است و مخصوص فصل پاییز و زمستونه. واسه شبای زمستون فوق‌العاده خوشمزه است. مواد لازمش: کدو حلوایی، چوب دارچین، کره 100 گرم، یک لیوان آب، زعفران به مقدار لازم، جوز هندی به همین مقدار کوچولویی که می‌بینی، روغن مایه 1/4 لیوان، یک لیوان شکر، یک لیوان آرد، گلاب به مقدار لازم که تقریبا 2 الی 3 قاشق غذاخوری من گلاب استفاده می‌کنم. حالا بریم با هم دیگه مراحل پخت این حلوای خوشمزه رو ببینیم. یک لیوان آرد رو می‌ریزیم داخل مایتابه و تفش میدیم به اندازه که بوی خامی آرد گرفته بشه. ما نمی‌خوایم رنگ آردمون تغییر کنه، فقط در حدی که یه ذره از اون حالت خامی آرد در بیاد. دائما آرد رو هم می‌زنیم تا نسوزه. تقریبا 10 دقیقه الی 1 ربع این آرد رو با شعله ملایم هم میزنیم. آرد که آماده شد من بهتون نشون میدم ادامه شو. داخل یک قابلمه دیگه یک لیوان آب و چوب دارچین، هل، جوز هندی، گلاب و زعفرون رو به مدت 5 الی 10 دقیقه میذاریم تا شکر کاملا حل بشه و شربت حلوامون به دست بیاد. جوز هندی، چوب دارچین. من از هل استفاده نمی کنم، میتونین شما هم از عرق هل و یا اسانس هل استفاده کنین، من از عرق هل استفاده می کنم. اسانس هل یا عرق هل. زعفران غلیظ شده که من اینو گذاشتم دم کشیده با یخ و کاملا رنگ خودش رو پس داده، میذارم که این شهدم شکرش باز بشه. شهد حلوا کلا نیازی به خیلی جوشیدن نداره، فقط در حدی که این شهد باز بشه و 5 دقیقه میجوشه که عطر خودش رو آزاد کنه چوب دارچین و تمام، که بافت حلوای ما رو خراب نکنه. گلاب هم به اندازه 3 قاشق غذاخوری یا 2 قاشق غذاخوری بستگی به غلظت گلابتون داره به شهدمون اضافه میکنیم. وقتی که در این حد تف خوردش، چون گفتیم نمیخوایم آردمون تیره بشه، در حدی که فقط خامی آردمون گرفته بشه، از روی شعله بر میداریم، یه مقدار که خنک‌تر شد اون رو الک میکنیم. الک کردن باعث میشه که بافته بهتره پیدا بکنه و این حباب هایی که میبینین اینطوری همه این گوله ها باز میشه.
به همین صورتی که میبینیم. کل آردمون رو از الک رد میکنیم و میریم ادامه مراحل. کل آردا رو علک کردیم و تمام گوله های توش رو از صافی رد کردیم. آردمون صاف صاف شد. حالا توی این مرحله بهش اینو میذاریم روی گاز و بهش پوره کدو حلواییمون رو که من آماده کردم به اندازه 2 لیوان به این آردمون اضافه میکنیم. روش های متعددی برای پخت حلوای کدو حلوایی هستش یا حلوای کدو تنبر. بعضی ها این کدو حلوایی رو میریزن داخل شهد و میذارن اونجوری پخته باشه. ولی من اینجوری پختم و این هم روش یک روش دیگه هستش از پخته چیز. روغن مایه و کرم بهش اضافه میکنیم این کره برای عطر و طعمش فوق‌العاده است. بقیه مراحل رو میریم روی گاز و انجام میدیم. اینم از شهدمون که تقریبا آماده شده. یه ذره حباب که زدش از روی گاز برمیداریم که عطر پیچیده از بوی گلاب و هل و دارچین و جوز هندی این شهد حلوامون. جاتون خالی واقعا. ادامه پخت حلوا رو اومدیم روی گاز. کاملا این حلوا رو با این آرد و کره و روغن کاملا تخمیدیم. مقدار آردی که داخل حلوا استفاده میشه کلن همه ی حلوا، نه تنها حلوای کدو تنبل، بستگی به آردتون داره. این یک نکته، یعنی ممکنه شما این مقدار روغن که من به شما گفتم، کره که گفتم، کافی نباشه برای آرد شما و هنوز آرد شما نیاز به روغن داشته باشه، همطور که من خودمم بیشتر ریختم. و نکته دوم این که روش دیگه که برای پخت حلوای کدو حلوایی هست، شما میتونین آردو تف بدین بعدش کدو حلوایی رو اضافه کنین. یعنی این کارو نکنین که همزمان همه رو با هم اضافه کنین. حلوامون کم کم داره آماده میشه و از ظرف برمیگرده. وقتی که به این حالت شد و به ظرف نچسبید، شهدمون رو اضافه میکنیم. وقتی که حلوامون به روغن اومد و اینطوری از ظرف برگشت، یعنی که حلوای ما آماده شده و آماده اینه که شهدش رو بریزیم. دوست خوبم، من داخل پیج و کانالم کلی دسر، غذاهای سنتی، ملل و مدرن دارم که با ساده ترین و آسون ترین روش ها و اصیل ترین روش ها سعی کردم بهتون آموزش بدم.
خوشحال میشم از اینکه به پیج خودتون، به کانال خودتون سر بزنید و لایک کنید، نظراتتون رو برام ارسال کنید. حمایت‌های شما باعث انگیزه من و پیشرفت هرچه بیشتر کانال میشه. کم کم شهدمون رو به حلوا اضافه میکنیم. یه دفعه اضافه نکنین که چون حلوا داغه نپاشه توی صورتتون. یواش یواش این شهد رو اضافه میکنیم. همینطور که میبینین من شهد رو اضافه کردم و الان در حال تف دوم و یا همون گهواره کردن حلوامون هست. این حلوا فوق‌العاده و بی حد خوشمزه است. حتما بهتون پیشنهاد میدم اینو درستش کنین که عالی و فوق‌العاده است. حرکت گهواره‌ای حلوامون هستش که به این صورت تقریبا 2-3 دقیقه گهوارش می‌کنیم و بعد دیگه حلوامون آماده است. حالا نوبت این رسیده که این حلوای خوشمزه رو تزیین کنیم. شما به هر روشی که دوست داشتین میتونین این رو تزیین کنید.
چوب دارچین، به و بهانارنج یکی از بهترین دمنوشاییه که شما میتونین همراه با این حلوای خوشمزه نوش جان کنید. از اینکه همراه ندا لایف بودین، تکرار میکنم ندا لایف هیچ حامی نداره و حامیش توی نوعی هستی که داری این ویدیو رو میبینی و به چند روش میتونی منو حمایت کنی. اگه منو سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، اگر ویدیو رو لایک نکردی لایک کن، و اگر نظری داری که از همه مهمتره و از همه مهمتره اگر نظری داری در مورد ندا لایف و فکر میکنی باعث رشد اون میشه 100% اون رو کامنت کن. بخیل نباش، همه اینها رایگان هسته. ارادتمند شما ندا.